ایوب کلانتری خوب میزنه، رضا حقیقی هم هست، مهرداد کریمیان هم همینطور. ایوب کلانتری قدری فاصله میگیره که بزنه، مهرداد کریمیان به روی دروازه، یونس شاکری توپ رو کنترل میکنه، موقعیت برای فجر. مهدی رجب زاده نتونست استفاده کنه از پاس زیبا و عالی یونس شاکری که مدافع روبروی خودش رو هم پشت سر گذاشته بود. میثم با او رو، او هم رضا حقیقی رو میبینید در کنار خودش. رضا حقیقی برای وریا غفوری شوت زن است، این بازیکن ضربه خوش رو هم میزنه که از بالای دروازه توپ به بیرون میره. رجب زاده، ایوب کلانتری، رجب زاده، رضا حقیقی سمت چپ حرکت کرده، مهرداد کریمیان، مهرداد کریمیان رو خوب میبینه، میتونه بره دروازه بفرسته. مهرداد این کارو هم انجام میده در محوطه جریمه. استوپ زیبا از یونس شاکری، یک بار دیگه ایوب کلانتری پشت محوطه جریمه، ضربه خودش رو میزنه ایوب کلانتری. دو بازیکن خارجی دیگه هم شهرداری در اختیار داره که امروز هیچ کدام در ترکیب و به روی نیمکت هم حضور نداره. موقعیت برای فجر، ضربه سره یونس شاکری در شرایط نامتعادل فوق‌العاده بود، اما از کنار دروازه به بیرون میره. مهدار کریمیان در مساف وریا غفوری، وریا غفوری موفق تر هست، یه بازیکن رو هم جا میگذاره. میثم با او نگاه میکنه برای بعضی در محوطه جریمه، دقیقی و موقعیت برای بازیکن شهرداری که بذری ضربش رو میزنه با پای چپ و دروازه فجر باز میشه. گل برای شهرداری تبریز، زننده گل جعفر بذری دقیقه 41. فردا هم بازی برق شیراز و تربیت یزد رو در همین ورزشگاه خواهیم داشت و خدمتتون به نمایش خواهیم گذاشت. موقعیت برای فجر، های دومی مرتبه هم تو به تیرک دروازه برخورد میکنه و دیگه بدشانسی فجر هست که این توپ ها درون دروازه میره. باز هم مهدی رجب زاده و موقعیت برای فجر که این بار با قیچی برگردون دور میکنن بازیکن یه شهرداری تبریز. وریا غفوری و زارکوویچ، محمد مهدی نظری پشت محوطه جریمه، او هم شوت زن هست برای فجر، میتونه ضربه خوش رو بزنه یا بندازه برای پور محمد. درون محوطه جریمه، ضربه یه بازیکن تیم فجر و تیرک دروازه که برای سومین بار به لرزه در میاد. حالا جلیلی، نظری، جلیلی تو برخورد کرد به دست بازیکن شهرداری و بازیکنی هم هست که کارت زرد رو هم داره، زینال خیری. باید ببینیم آیا رفیعی جریمه هم برای او در نظر خواهد گرفت یا خیر. روی این صحنه که میبینید تو برخورد کرد به دست زینال خیری و در ادامه کار بگو مگوی او با بازیکن تیم فجر، آیا رفیعی جریمه ای رو برای او در نظر نمیگیره. تنها یک ضربه ایستگاهی یه چند سانتی توپ رو عقب‌تر دستور میده که کاشته بشه، دیوار دفاعی هم دو نفره بسته میشه. بازیکن بلند قامت دو تیم درون محوطه جریمه، موقعیت برای محمد مهدی نظری. کلانتری برای مهدی رجب‌زاده، گوشه محوطه جریمه، خود رجب‌زاده به تو میاد، موقعیت میرفت شکل بگیره برای حزبای پور. یک بار دیگه رجب زاده، پور محمد باید بزنه، پور محمد و توی دروازه، توی دروازه. گل برای فجر شهید سپاسی، گل برای فجر شهید سپاسی و پور محمدی که یا امام رضا رو نشون میده. یک بار دیگه با هم ببینیم این مهدی رجب زاده هست، ضربه سر رو زد. محمد پور محمد درون محوطه جریمه با پای راست کنترل کرد و با پای چپ همه کار رو تموم کرد تا ابراهیم میرزاپور با تجربه این گونه مقهور محمد پور محمد باشه. دیواری دفاعی یک نفره بسته شده برای شهرداری، خطا رو مشاهده میفرمایید. 21 در مقابل 6، مهدی رجب زاده میفرسته برای محمد مهدی نظری و توی دروازه، توی دروازه. محمد مهدی نظری فجر رو پیروز میدان میکنه. فجر شهید سپاسی 2، شهرداری تبریز 1، زننده گل محمد مهدی نظری.